به نقل از آسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر بنیاد یک سازوکار اجازه عملیات‌های هواپیمای بی‌سرنشین در بخش‌های غیرجنگی را به شمول افغانستان محدود ساخته است. بر بنیاد این سازوکار پس از این حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین نیاز به تاییدیه رئیس جمهور آمریکا دارد. جو بایدن میای موضوع انجام عملیات درون محدود میسازد، دو بحث اساسی است. یکی موضوع تمرکز یا توجه سیاست آمریکا از جهان اسلام به طرف اوکراین و اندوپاسیفیک است و دوم کم شدن ظرفیت استخبارات آمریکا در او ساحات است. در حال حاضر ایالات متحده تنها عراق و سوریه را همچون بخش‌های جنگی به رسمیت می‌شناسد که در آن پنتاگون و سازمان سیای آمریکا قدرت گسترده‌ای برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین دارند. با امضای لایحه تازه سوی بایدن، عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان، مناطق قبایلی، یمن و سومالیا تا حد زیادی محدود خواهد شد. یک اقدام خوب است، با وجود از اینکه در منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اگر در حاکمیت کدام کشور دیگه حملات زمینی، هوایی یا بحری میشه باید که فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را بگیره. بیشتر متوجه چین و روسیه میشه و جنگ اوکراین و ممکن امریکایی ها با طالبان وارد تعامل شوند، بر طالبان بعضی امتیازات بدن که از نیروی طالبان علیه گروه هایی که امریکا به عنوان شبکه توریسم یاد میشه استفاده کنند. پیش از این دونالد ترامپ به پنتاگون و سازمان سیا اختیارات کامل برای انجام حمله های هواپیماهای بدون سرنشین را داده بود. هواپیماهای بدون سرنشین برای نخستین بار پس از جنگ جهانی اول توسعه یافتند و ایالات متحده آمریکا در این زمینه پیشگام بود و سرمایه گذاری های هنگفته را انجام داد.